تو سان درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به عامتون باشه. از ارمنستان، ایروان پایتخت ارمنستان در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی ارتشای جهان سال 2024 وزن 61 کیلوگرم مهدی رحیمی دلاور کشورمون کشتیش تو در مقابل کشتیگیر کره شمالی به زودی آغاز خواهد کرد. اولین کشتی مهدی رحیمی و اولین کشتی برای تیم ملی کشورمون هست تو این دور از رقابت‌ها. امروز 4 وزن کشتی میگن، 4 وزن آزاد، 4 وزن فرنگی و ببینیم در اول کشور چه میکنه. پر انرژی به روی تشک میاد، امیدواریم که اولین برد رو برای ملی کشور یه لحظه رو سرکت پیش بندازد. همه ابتدای کار کشتیگه کره شمالی کیم خوانگ سرشاخ یک باید همون سرک رو سعی میکنم سرک روس ها پیش بندازه کشتیگه ما رو. کشتیگه کره شمالی هم دیگه اومدن تا خودی نشون بدن دست دیره که اعتبار ما هم کشتیگه ما رو به جلو آقاید مراقب باشه کشتیگیره کشتی بلدی نشون داره یک باید یاله دست دیره که سعی که براکبی اعتبار کشتیگیره کره شمالی رو نمیاد بالا، بیاد بالا فند خورده تیم کوان دوباره سرپا میده تو سرشاخ باید رسن دیگه پاک کنن یه لحظه رو خاک میکنه کشت دیگه ماهی دو التازی میگیره و سعی میکنه ماهی فیتر پیچ رو جمع و جور کنه به خوش رو رها کنه با اندازش رو میزنه بسن وقت بسن ببینیم چه میکنه در اضافه چای زیادی داره میاره و داور سرپا میده به دلیل خروج از تو شهر چه گوشتی 4-0 میشه که رحیم باید کشتا گفتم در همون ترکان نشون داد کشتی کره شمالی که کشتیگیر کشتی بلدیه باید مراقب باشه در میانه تو شهر زمان زیادی داریم و مطمئنن میتونه جبران کنه یه لحظه رو میشینه از زیرگیری از بغل نمیتونه دسته کوهنگ عبور کنه همه سنگین کوهنگ و داور سرپا میده یک پاید یه سرکت پیش بندز کشتیگی ما خوب داره کشتیگی می کشتیگیر کره مهدی رحیمی که سابقه شکست علیرضا سرلک رو هم داره تو لیگ برتر یه پرش سنگی از کشتیگیر ما قابل سالو هم اصلا بچه ها رو نداره نمیدیم حالا بینیم میتونه دور بزنه یا نه سر تهیه یکی رو سعی میکنه جمع و جور کنه فشار زیاده داره میبینه از اون من مچه دست رو گره گرفته کشتیگیر پره ببینید چه کشتیگیره چهره رو بد بدنیه نمیخواد امتیاز بده هر تدبیر از لورید و خودش رو رها کرد چه کشتی همچنان 4-0 و 45 سنه تو پایین کشتی زمان داریم مارو مارو به کنار توشه هم میتوند تقرد توشه خارجش کنه یک امتیاز بگیره دست سیرکت و داور جدا میکنه دو کشتیگی رو باید در میانه توشه به کشتی ادامه دارم فشار زیادی آورد به خودش مهدی رحیمی تا به اینجا کار امیدواریم کشتیگی کره 3 دقیقه دوم کم بیاره تا به اینجا کار خوب کشتی گرفته حالا داره اداره میکنه کشتی رو 37 دور از رقابت‌های قهرمانی ارتشای جهان ایروان پایتخت ارمنستان یک پایدی اقدام میکنم به زیرگیری این بار نترسه دسته کشتی ما عبور کنه رحیمی حالا یک پایدی سطح یکی جمع جور میکنه میتابه رو پل میزد یه رحصه و دو امتیاز میگیره چه کشتی ها ثانی های پایانی دوتایی گرفت همزونه تابلو ثبت نشد امتیاز و حالا دو امتیاز رو ثبت میکنن یه رحصه حالا یک پایدی اومد برای زیرگیری و 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه امیدواریم 3 دقیقه دوم کشتیگیر ما کم نیاره فشار زیادی به خودش آورد سی ثانیه وقت استراحت و توصیه لازمی که ای احمد نجاریان سرمربی این رو از رقابت ها به شاگردش میده عزیزان منتظر کشتی های بعدیه بچه همون باشید اطلاع رسانی کنید به بقیه دوستان هم که تمام این کشتا زد و پخش خواهد شد نجه کشتی 4 بر
هفته و عزیزی هم که کامنت میزنن تشکر میکنن، دمتون گرم. شرمنده این که وقت نداریم به تک تک کامنتاتون جواب بدیم، از همین جا دست تک تکتون رو میبوسیم و نمیدونم یکی از دو کشتیگی رسی که خون ریزی داره، باید منتظر باشیم تیم پزشکی بره تو شک بیاد. من زمان رو نگه میدارم تا مسئله شما عزیزان هم سر نره. خب اگر این بکشتی سریقه دوم بریم چه خواهد کرد. این کشو گوسا باید مراقب باشه، کشتیگیره زیرکی نشون داد. حالا داور کشتی نگه هم داره، کشتیگی ما تذکر میده که انگوشتر رو نگیره هنگام اجرای فنون. یه لحظه گوس میکنه، میخواست خوش رو به پای کشتیگی ما برسونه. حالا کشتیگیر ما سزیر بقیه هزیر یه خم و هنوز نتوسته خواهی کنه، نباید ها کنه، کاملا پا رو در اختیار داره. حالا یه دو امتیازی میگیره، چه کشی چهار بعد چهار بریم میره برای با انداز نه سعی کنه مایه فکیره پیش رو جمع جور کنه، پیش زیادی بالای زانو میاره و حالا ترجیح میده داور سرپا بده. سرشاخ میتونه کشتیگی رو شکست بده. داور سود زده، داور سود زده. خب نچه کشتی چهار بعد چهار بعد تا به اینجا کار کشتیگیر ماست که برنداز، ولی خب سوایی بزده و مطمئنه امتیازهای دیگه هم رد و بدل خواهد شد. یه لحظه یه پایدی به سبک روس ها سعی کرد پیش بندازه کشتیگیر ما رو. سرچه ها خمچان دسته هم کار میکنم باید بره برای جای فن کشتیگیره کنه. سه دقیقه اول انرژی زیادی صرف کرد و قصدشو یه پایدی زیرگیری میکنم، همون پاره یه پایدی درام میکنه، هنوز تحصیل نشده. از اون بر مصفا رو دست رو گره گرفته کشتیگیره پاره و این سرگرنش رو بالا بیاره و خاک کنه. موقعیت خوبی رو برای خوش فراهم کرده، هنوز تحصیل نشده. ببینید حالا سعی میکنه جامجو کنه بکنه نکشه ای باید مراقب باشه کشتیگی ما. حالا سعی کرد یه رس کنده رو بکشه و داور سرپا میده یا نه، هنوز سرپا نداده. حالا کشتیگی کره سعی میکنه دست کشتیگی ما رو باز کنه و دور بزنه کشتیگی ما رو، بشه زیادی داره میاره کشتیگی ما. حالا دستش باز شد، باید مراقب باشه، هنوز تسلیم نشده. حالا میتونه بلند شه دیگه، بله حالا خودش رو رها میکنه و سعی میکنه توشک خارج کنه، زانوها به روی توشک سعی میکنه دور بزنه و ببینیم امتیازی حتی بدن میشه یا نه. یک امتیاز به ما داد، بله درسته. حالا رئیس توشک قاضی و داور رو میخواد. پای کشتیگیر پای شمالی ابتدا توشک خارج شد، ببینیم بعد از مشورتی که با هم میکنن چه امتیازی حتی بدن خواهد شد. امتیاز رو بر میگردونن، هنوز روی تابلو ثبت نشده، احتمالا بخاطر اینکه زانوها به روی توشک بود نمیخوان امتیازی بدن. ببینیم، بله امتیازی ندادن. خب برگردیم به کشتی، باید هوشیار کشتی میگیره. امتیاز اصلا پایداری نیست برای ما. حالا اصلا کشتی کره شمالی میتونه نجر عوض کنه، باید بره برای اجرای فن. یک دقیقه مونده و سعی میکنه اداره کنه کشتی رو. حالا کشتی کره مطمئنه میاد احساسی کشتی بگیر، باید از موقعیت ها استفاده کنه کشتی گیر ما. یه از با سرزیر بقیر اومد در زیر گیری، هنوز امتیازی حتی بدن نشد. ببینیم دو تا داور برای کشتی گیر ما ثبت میکنه، یک امتیاز برای کشتی کره. یک بادی مای فیتیل بیچ رو جمع جور میکنه به خوش رو رها کنه، نباید به این راحتی فیتیل با انداز رو رفته رو کشتی گیره کره شمالی قرار بده. امتیازی هنوز به روی تابلو ثبت نشده، امتیازی هنوز ثبت نشده و رئیس توشک یک بار دیگه فکر میکنم داور و قاضی رو میخواد. ببینیم بعد از مشورتی که میکنن چه امتیازی میخواد حتی بدل کنن. حالا این ناجریان از موقعیت استفاده میکنه، توصیه لازم رو میده به شاگردش. امیدواریم که همون دو به یک باشه و ما یک پای جلو بیفتیم. دو تا به آبی دادن، دو تا به آبی دادن، باید شش بر چهار. ببین درخواست چالش میکنه یا نه، 30 ثانیه زمان داریم. نه فکر نمی کنم این دوتا رو میشه جبران کرد، ولی اگه چالش رو ببازیم دیگه سخت میشه، باید بره برای جای فن دیگه زمانی نداره. 30 ثانیه فقط زمان داریم،
یه لحظه حالا میشه برای زیرگیری، حالا کشتی یک کره سعی میکنه دور بزنه، فشار زیادی داره میره، خیمه سنگین کشتیگیر کره. به محض 17 ثانیه پایانی رسیدیم، باید رها کنه بیاد بالا. بعد یه خاک میخوام مهدی رحیمی، یه خاک باید بگی از این کشتیگیر. 8 ثانیه سرگردن رو رها کنه، کار رو تمام میکنه. 4 ثانیه وای متاسفانه مهدی رحیمی تو بعض 61 میگم که کشتی سنگین کشتی شو به کشتیگیر کره شمالی واگذار میکنه. این بچه های دیگه چه خواهند کنه؟ Please welcome Don Kim Choi, Korea, Chupam, India. Let's see, we are this much. It's not too fun.